اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیروز پیرامون سپاهیان عقل و جهل در واقع توضیحات رو دادیم. حالا من بلافاصله ادامهش رو محضر شما عرض میکنم. خب آیا این که ما میگیم عقل و جنودش، آیا عقل یه چیزه، سربازای عقل یه چیز دیگه؟ نه، این نیست. اصلا عقل که میاد سربازش هم میاد، اصلا ملزوماتشه، جزء لاینفکشه، ذاتشه. ذات عقل فروتنیه، ذات عقل ایثاره، ذات عقل بخشندگیه. اینجور نیستش که اصلا این یکی باشه اونها چیز دیگه باشن، نه. و جنود جهلم اونیه که عقل نیست. میگه وقتی نور اومد سایه اومد. اصلا تا نور نباشه سایه به وجود نمیشه. شما تو شب سایه میبینید؟ نه. وقتی نور خورشید میاد تازه سایه شکل میگیره. فلذا با به وجود آمدن عقل، جهل که تبعی است، ذلی است، به تبع اون به وجود میاد، شکل میگیره. برای همین خداوند فرمود اول عقل رو آفرید. امام صادق میفرماد اول عقل رو آفرید، ثم سپس خلق الجهل، جهل رو آفرید. این دعدویی بود، بیسیمش خاموش نکن. یه کارش میجه دیگه مستقیم میشن، با فاصله نیم متری گزارش میفرستن. بفرستید بعد جلسه بفرستید. بله، حالا پیامبر رو چیکار میکردن؟ خب ما یه پیامبر درونی داریم که میشه چی؟ همون عقل. ببین واقعا ما خیلی همون خوب و بد از هم تشخیص میدیم. خیلی وقتا مرض نمیذاره کار خوب انجام بدیم. آره میدونیم، میگه به این کار کن، بلش. یعنی میدونه ها. چی بهت گفتم؟ گفتم دزدان پولش نمیذارن پیش آدمی که امانت دار باشه. پیامبر رو که در واقع عقل کلن دیگه، یعنی نمونه بارز یک انسانی که عقل در اونها تبلور کرده، و مأمورای خدا به اینا چه کارایی دارن؟ برای چی میان؟ این بزرگواران غیب رو و باطن رو تبدیل میکنن به این عالم عرفی و لفظ. ببین میگه این لفظ رو استفاده کن. ببین الان شما یه الفاظی دارم استفاده میکنم دیگه، من به واسطه این الفاظ، الان فارسی هم هست، درسته، دارم باطن خواسته های خودم رو که فکرمه به شما چیکار میکنم؟ انتقال میدم. خب شما الف به پتسه میشنوی اما با اینا کار ندی، وگرنه من میتونستم کلی جمله مهمل بگم. همین الف به پتسه استفاده شده بود، لفظ داشت، اما محمل حرف من، محمل منظور من نبود. اینجاست که به صورت تعویلی بسیار زیبا قرآن، اونایی که امیرالمومنین رو پس زدن گذاشتن کنار، قرآن خیلی زیرکانه داستان هارون رو میاد مطرح میکنه. میگه آقا کسی رو گذاشتید کنار که باتون حرف میزد، رفتید سراغ یک گوساله، عجلا جسدا له خوار. خوار یعنی صدای گوساله، ماما میکرد، لفظ داشت، اما این ماما، این که یه صدای گاو در میورد، صدای گوساله در میورد، چقدر اهمیت داشت؟ هیچی. میگه چرا نفهمیدید چی میگه؟ یک جای دیگه دو نفر رو مثال میزنه، الله اکبر، خیلی زیباست. میگه دو نفرن، یکیشون ابکمه. ابکم یعنی چی؟ لال، اصلا نمیتونه حرف بزنه. میگه و کلا علا اخیب، این آویزون رفیقش هم هست، اون رفیقش با یه خورده سرزبونی ده، اصلا هیچ. این رفیقش این آورد گذاشت جلو. لا عجیبه ها. بعد میگه آیا اینو با کسی که صراط مستقیمه یکی کردید شما؟ چجوری دیگه خود باید حرف بزنه؟ اینا آیه قرآن ها. دو نفر مثال میزنه که اصلا یادم نمیتونم بیشتر باز کنم، اصلا خیلی واضحه. اصلا سخن گفتنه، میگه که آقا تو الف به پتسه میخوای بشنوی، حالت خوشه، یا نه شما همین ظاهر رو فقط دیدی، فقط لفظ دیدی، یا نه این لفظ محمل چیست؟ پیامبر آن وقتی میان میگن این کارو بکن، این حرفو بزن، این رو ظاهر کردن تا از رو همین احکام، از رو همین این جمله رو این طور بگو، نماز رو این طوری بخون، این لفظ رو این طور استفاده کن، داره اینجوری بکن، بعد برسی به چی؟ به باطنش. یعنی دقیقاً مسیری که بهت دادن تو برعکس بدید. اونها هم باطن و غیب را آوردن ظاهر کردن در الفاظ، در احکام، شما به واسطه اونها باید برسی. برای همین امام خیلی روی این بحث تاکید داره، میگه برید رسوخ کنید. میگه چرا تو الفاظ موندی؟ های داعشی هم لفظ قرآن میخونه 180 درجه اون طرف ما. الان ما تو لبنان با مسیحی ها متحد شدیم، ما شیعه ها علیه کیا؟ علیه تکفیری ها. تکفیری که به ظاهر مثلا چیه؟ مسلمون، چون با روح دین فاصله گرفته. میگه دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. یه کاسه آش آوردن واسهش، مرادش جنس کاسه بوده یا آشه توش، خب آش، اما اینو تو مشتش که نمیتونسته بریزه بیاره، یه کاسه چینی، چه میدونم استیل، پلاستیکی، یه کوفت سر ما رو میده دیگه، گیر داده کاسه چیه، رفته داره تو مخش به کاسه گیر داده. ای بابا ول کن اینو، این ظرف تو ببین تو توش چه خبر. همین مثالو خیلی زیباست حضرت عیسی میزنه. حضرت عیسی وقتی مبعوث میشه، حضرت عیسی یهودیه، خودش از بنی اسرائیل دیگه، خودش از بنی اسرائیل، آخرین پیغمبر یهودیاست. میاد خاخامای فریسی اون موقع سر کارن. خاخامای فریسی به شدت احکامگرا بودن. آقا تاکید که یه روز شنبه روز تعطیل ایناست دیگه، آقا یه مرغ روز شنبه تخم گذاشت، تخمه چیکار کنه؟ یک شنبه میشه باش نیمرو درست کرد؟ اگر نه، اگر اون لحظه که شنبه داشت میشد یک شنبه، اون چیکارش کنیم؟ این چی میگم؟ اینقدر ریز شده بودن، اینقدر ریز شده بودن تو احکام، اصل دین داره میگه نزول نگیر، میگرفتن به واسطه چی؟ همون احکام. چه فاجعه بعد جامعهشون دوچار شده بود. حضرت عیسی اومد گفتشون نه ببین من این آیه تورات رو گذاشتم کنار، اون صحبت فلان پیغمبر، این چسبوندم به این یکی آیه، این آیه گذاشتم کنار صحبت دانیال پیامبر، اینو چسبوندم به هم، میتونم نزول بگیرم. حضرت عیسی گفت بابا لامصب، با شما میگه در مورد جنس کاسه دارید نظر میدید، کاری ندارید توش چیه، محتواش چیه؟ تو نمیخوای به باطن برسی، به علت برسی، تو به همین معلول گیر دادی؟ نمیفهمیدن. یه مثال از جامعه امروز خودم بزنم. آقا ما یه بحثی داریم، خیلی دقت بکنه، داد خیلی‌ها رو در خواهد آورد به درک، اهمیتی نداره، حقو باید گفت. متوجهید؟ خوب عنایت داشته باشید. ببین آقا جان، ما در اسلام ربا مساوی چیه؟ بگید آقا. جنگ با خدا. 70 بار زنا با محارم تو خونه خدا. ببین چی شد. اما همین دین هیال ربا هم داره. هیال ربا یعنی چی؟ یعنی راههایی که میتونی ربا رو چیکار کنی؟ دور بزنی. آقا یعنی راههایی که جنگ با خدا کنی؟ نه. هیچ ایرادی نداره. یعنی هیال ربا چی؟ آقا یعنی چی؟ خوب دقت کنید. آقا اینا کلا شرعی حرفا چی؟ نه خیر، اینجور نگید آقا، در مورد دین اینقدر راحت نظر ندید. یعنی تو میفهمی اون فقیهی که 5 تا مثلا 13 تا هیال ربا 5 تاشو قبول کرده، تو میفهمی جنگ با خودتون فقیه نمیفهمه؟ این نیست، برات باز میکنم مطلب چیه. خوب دقت کنید. ببین ما پیغمبر داریم توی قرآن، حضرت ایوب قسم خورد چیکار کنه؟ 100 تا شلاق بزنه زنش. خدا کلا شرعی یادش داد. گفت 100 تا چوبو بردار یه بار بزن بشه، هم قسمت سر جاشه، هم نزدی، هم زدی. متوجه چی شد؟ 100 تا چوب اینجوری بار، 100 تا دست شاخ. خب اینجا خدا چی داره یاد میده؟ خب اینجا خدا کلا شریکه آهای قرآن ها. ببین اصل علت این که ربا جنگ با خداست اینه که از خدا از انباشت سر با انباشت سرمایه مشکل داره، چون میدونه انباشت سرمایه جامعه رو میره به سمت چی؟ همین کثافتی که دنیا رو امروز گرفته. خدا اصلا شما چرا به خمس رو بید از این ور نگاه کنید؟ یعنی چی؟ آقا پولتون نگهداری یه سال استفاده نکنی، 1/5 رد کن بیاد. متوجه چی شد؟ حکمش چی شد؟ حکم تنبیهی داره. رد کن بدونم. خب پس من پولمو نگرم، میخوام خمس ندم. بعد با پولم کار کنم. چیکار کنم؟ ربا هم نمیتونی بدی. خب چیکار کنم؟ تو تولید استفاده میکنم. جامعه دیگه از بیماری رها میشه. گرفتی چی شد؟ اما یکی یه جا کارش گیر افتاد، داشت میمرد، داشت پدرش در میومد، یه راههایی گذاشته شده که چی؟ این 100 تا رو بردار یه بار اینجوری بزن. یعنی اصل بر چیه؟ بگید همه حالت عادی که پول توی تولید استفاده بشه. سرعت گردش پول اسلام اعتقاد داره باید بره بالا بین مردم. خوب نهایت داشته باشه. ببین من مثلا بقالی دارم، شما قصابی دارید، شما نمیدونم مکانیکی داری، اون یکی مبل فروشی داره. من 1 میلیون پول دستمه، پولدار شدم، یه چیزی فروختم، میام از بقالی جنس میخرم، اون پولدار شد، میره قصابی گوشت میخره، اون پولدار شد، میبره ماشینشو تعمیر، اون پولدار شد، اون دوباره میاد من نونوا دوباره نون میخره. پولم برگشت دست خودم، هممونم رسیدیم به مقصودمون. ببین چقدر جالبه. میگه نگه ندار، پول نگهداری، حبس مال. اصلا برید احکام حبس مال نگاه بکنید. البته حبس مال بحث دیگه ای ها. میگه شما حق ندارید این کار انجام بدید. ببین میگه بچرخون پولو. بعد یه عده‌ای بیانون بغل لم بدن، بشینن با پولشون پول در بیارن. میگه این خطرناکه، این جامر میزنه زمین. این کار نباید بکنید، جنگ با خداست. یک بس اصل بر اینه که در تولید و خدمات استفاده بشه. خوب نهایت داشته باشید. اگر حالت خاصی پیش اومد یه راه این گوشه هستش که اگه این اتوبان عرض 40 متریه، اون چیه؟ یه راه باریکه، یه مال روه. اما در یک جامعه ای میاد چی میشه؟ اون راه باریکه های مال رو میشه اصل. درست شد؟ ظاهرا هم هیچ اتفاق غیر شرعی چیه؟ نیافتاده. اما جامعه رو در واقع چی گرفته؟ ربا. ببین این میشه که در یک جامعه به ظاهر نگاه بکنی، به باطن بابا بگی بابا خب پدر بیامرز این احکام برای چی اومد؟ این احکام ظرف نگهداری چه اعتقاداتی بود؟ متوجه شد چی شد؟ این اون چیزی که امام اینجا خیلی قشنگه میگه برای رسیدن به باطن هم باید روح رسوخ در علم ائمه. میگه باید عالم باشی، باید بفهمی ائمه چرا این حرفو زدن. شما هر چی مثلا آقا اصلا یک جا هست میگن از معصوم یک روایتی نقل شد. علامه طباطبایی یک حدیث میدید مثلا از معصوم نقل شده بود، ایشون رد میکرد. یا خود علامه طباطبایی اعتقاد داره از اهل بیت بیشتر میفهمه؟ قطعا نه. گرد پای اهل بیت هم نمیرسه ایشون. هیچ کسی نمیرسه. ایشون هم یه نفر مثل بقیه. یه نفر از علمایی که ما احترام ویژه براشون قائلیم. پس داستان سر چیه؟ خوب نداشته باشید. ایشون میفهمید اهل بیت در چه شرایطی برای چی گفتن. آیا یک بحثی بوده که اون موقع هم موقع نسخ شده رفتین؟ یه مثال بر شما بزنم، چند جا گفتم. خنده‌دار هم هست دیگه. ببینید پیامبر با کیا سر و کله میزده. پیامبر با یه عده از اصحابش داشت میرفت بیرون. گوشت شتر بردن به خودشون بخورن. نماز ظهر شد. نماز ظهر که شد، ناهار رو زدن تو رگ، غذا رو. بعد بانش من نماز بخونن یا یه بو گندی اونجا اومد. حالا دیگه یکی کاری کرده بود. پیامبر فرمود هر کی گوشت شتر خورده پاشه بره وضو بگیر. نگفت تو برو بگیر. نمیخواست ضایع کنه اون آدمو. گفت هر کی گوشت شتر خورد. حالا شما بیا چه نتیجه گیری کنی؟ گوشت شتر وضو را باطل میکند. میتونی؟ آقا من حدیث دارم از پیامبر گوشت شتر وضو را باطل میکنه. میخواد خله این داستان داره. آخه تو چی میفهمی؟ نمیدونه. گرفتی چی شد؟ میگه به باطن باید روح رسوخ در علم ائمه و این و هم مطهر از انجاس باشد، از نجس ها. میگه مگه میشه شما به علم اهل بیت دسترسی پیدا کنید بدون اینکه از نجاست ها و پلیدی ها و پلشتی ها فاصله بگیری؟ با یطهرکم تطهیرا. مگه میشه دو غرور داشته باشی برسی به اون؟ مگه میشه وجودت تو کبر بگیره برسی؟ مگه میشه دروغ بگی برسی؟ مگه میشه آدم عقده حب جاه و مقام داشته باشی برسی به اهل بیت، اینا نمیشه، چون اینا ذات جهله. اصلا تو عقل رو میذاری کنار، گو خربوزه میخوری هندوانه، گو هر دوانه. اینجا هر دوانه نمیشه که هم عقل رو میخوام هم جهل. عمر سعد از اونا بگه هر دوتا رو میخواست، هم ملک ری رو میخواست، هم امام حسین هم دوست داشت. میدونی که امام حسین دوست داشت، گریه هم کرد، لحظه آخر اشک هم ریخت، موسی افتاده بود رو زمین اشک ریخت. داریم که از زهرا، از زینب سلام الله علیها، واقعا از زهرای ثانی، ایشون فرمود که داری نگاه میکنی و یقتل ابا عبدالله، داری نگاه میکنه عبدالله کشته بشه، کجا رسیدی تو؟ بله. حالا بعضیام میایم چیکار میکنیم؟ میمونیم تو همین الفاظ. 70 سال تو الفاظ گیر کرده، تو همین ظاهر گیر کرده، هیچ وقت به این فکر نمیکنه که بابا تو این همه نماز خوندی نفهمیده اصل نماز یعنی غرور تو بشکن، بعد نماز مغرورانه میخونی، این دیگه چه صیغه‌ای؟ اصلا نماز یعنی غرور تو بشکن. اون تاپ ترین جایی که انسان به خودش مینازه این سرشه، مغز. میگه بمالش به خاک، بینی تو بمال به خاک. اصلا فلسفی که شیعه مهر میذاره یکی از فلسفه‌اش چیه؟ بعد میدونی که استحباب داره دو تا مهر بذاری، یکی واسه دماغت، یکی واسه چی؟ پیشونی. میگه بینی و پیشونیتو بمال به خاک که فراموش نکنی. خاک یعنی چی؟ پس سر عنصر آفرینش یادت نره. بعد من میام نماز مغرورانه بخونم، مگه میشه؟ این اصلا نقض غرض صورت گرفته، این اصل و ذاتش در تضاده. این چه داستانی درست کردن دی؟ بله. و نکته این که هر بار که ما پاک میشیم به عقل نزدیکتر میشیم، چون به عقل نزدیکتر میشیم لشکر جهل رو باز راحتتر تشخیص میدیم، یعنی شتاب میگیری. مثلا طرف اینه 10 سال درگیر این بوده یه مشکل رو ترک کنه، مشکل بعدش 10 ساله ترک نمیکنه، 2 ساله ترک میکنه، چون راه ترک کردن رو یاد گرفت، روشش یاد گرفت. یه بار اینو رامش کردی این اسب چموشو دیگه، 10 بار زدت زمین فهمیدی قلقش چیه، لمش چیه، ها؟ راهش سریعتر میشه. فلذا بعضی از ماها وقتی کارو شروع میکنیم تزکیه نفسو، اولش سخت، ای بابا من 2 ساله نمیتونم. خب باشه، اینو زحمت بکش، نباید بیخیال شد، اصلا 10 سال زحمت بکش. اما بدون وقتی راهو یاد گرفتی ممکنه اون ایراد بطری یه ماه هستن ترک کنی. بله. خب ما عرض کردیم جلسه قبل ما هممون دنبال چیم؟ کمال مطلق. اصلا روح ما به غیر بی نهایت راضی نمیشه. حالا میگم شیطان چجور گولمون زد، ما بی نهایت طلبیم. طرف هی خونه عوض میکنه، دقت کردین؟ هیچ خونه آرومش نمیکنه، میگه یه خونه دیگه، یه خونه دیگه، چون اصلا غایت و خواسته او خونه نیست که با خونه آروم بشه. کاری که شیطان میکنه چیکار میکنه؟ خانه ها برات ارائه میکنه. تو 70 سال 50 تا خونه عوض میکنی و نمیفهمی که هیچ وقت خونه محبوب اصلی تو نبود، محبوب فیک بود، محبوب قلابی بود. خونه این نیست که آدم، طرف متوجه نیستش. به جای اینکه محبوب رو بگیری محدود رو گرفتی، و چون روح تو رو راضی نمیکنه میبینی چی میشی؟ حریص میشی، بعد بد اخلاق میشی. ببین اون فقط تو رو اون آرامش میده، آرامش بخش تو اونه، بعد تو رو بد اخلاق میشه. چرا؟ چون آرامش نگرفته. میبینی صبح تا شب میگه بابا یارو صبح تا شب اصلا پولشو تراول کنه بذاره جلو شومینه بشینه، بریزه تو شومینه تو زمستون تموم نمیشه. خب بعد میگه آقا نمیتونی 2 کلمه باش حرف بزنی. یکی از شاخصه های اصلی مؤمن، میگه مؤمن دعب و لعب، چیه؟ شوخ و شنگه، میگه میخنده. سگرماهای تو هم اخلاق اینجوری مال مؤمن نیست، ولو مؤمن نما باشه طرف، از غذا که از جایی که خوب میتونید تشخیص بدید یارو مؤمن یا مؤمن نما، ببینید خوش برخورد است یا نه. یکی از جایی که شیطان سری میزنه، میدونید که خوش برخوردیه، چون اگه مؤمن خوش برخورد باشه همه مسلمون میشه. شیطان نمیذاره، میریزدت به هم، هی قیاس میکنی. این با این سر و وضعش الان اومده اینجا، اینو نگاه کن با این سرعت نور، یارو انگار دونه پاشیدن رو زمین داره نماز میخونه. اینو نگاه کن، همش قضاوت، همش قضاوت، همش حس این که من بهترم، من و به شما چی گفتم؟ گفتم هر موقع درس دیروز کسی با خودت مقایسه کنی فاتحت خونده شده ابلیس. از تو کسی هستی که با خود مقایسه میکنی؟ از که شما مبنا شدید ما خبر نداریم؟ اصلا مشکل اسلام امروز اینه که مسلمونا خودشون گردن مبنای اسلام، یعنی میگم من رائفی با مسلمونم، هر کاری من کنم اسلامه، هر کی ضد رائفی باشه ضد کیه؟ اسلامه، بابا تمیدم در بیارن اگه زورم برسه. اینجوریه دیگه. از اول انقلاب از این احمقا تا دلتون میخواد ضربه خوردیم، از اول انقلاب تا دلتون میخواد ضربه. مردا که نفهم تشخیصش بر این بوده که الان باید مثلا با اینجور آدما اینطور برخورد کرد، و همونا الان دایه دار آزادی شدن. آدم آتیش میگیره. یه صوتی از شهید چمران، الان چند وقت فیلم شهید چمران هم پخش شد بعد انتخابات، اونو بیخیال شد. یه صوتی شهید چمران داره از دست اینا آتیش گرفته. من پیدا کنم حتما میذارم رو کانالمون، در به در دنبالشم. خودم 2 سال پیش شنیدم ایشون و اذیتش میکردن شهید چمران، اصلا میگفتن چمران فارسی بلد نیستش که اینا. صحبت صدای این صدایی که براش میزنن دوبله است. این کجا رسید؟ این فکر میکنیم مثلا الان یه کار میکنن توی مملکت خود اذیتشون میکنن بهشون برمیگردن. نه، اینا هستن که اذیت کنن، یه دشون مأمورن که اذیت کنن، که دل سرد کنن، یه دشون هم چیان احمقن و اینا بدترن. اونی که مأموره رو میدونی باشه 2 تا 4 تا داره میدونی چجوری تا کنی، این احمقه رو نمیدونی چیکارش کنی، توف سر بالاست. دستم بهش بزنی میشه نماد چی؟ من دینم. به برخی از این افراد باور کنم، من اینجا زوریه جا سخنرانیشم قبل هفته گفتم بعضی از این افراد اگر یه کاری می‌بودن پیغمبر رد صلاحیت می‌کردن. آره میگفتن عموش ابوجهل، یه گزارش. اون یکیشون ابولهبه، 2 تا گزارش. موهاشو بلند میکنه. چیزایی هم به کلش میمالم، کتیرا میگن، چی میگن؟ ژلمل میزنه به کلش. بو عطر اتکرونشو نگاه کن. سرمه میکشه به چشاش، دیدی تمامش رد صلاحیت شده. پیامبر حضرت ابراهیم بعد رد صلاحیت میشه. این میدونی زیر نظر کی بزرگ شده؟ این آذر بت پرست. به خدا بیا یک فیلم رو نگاه کن. حضرت ابراهیم یه جماعت دارن خورشید میپرستن، رفت ادای خورشید پرستی در آورد، باشون هم دیالوگ شد، بعد بهشون اثبات کرد که خورشید پرستی خوب نیست. چی شد؟ شب شد. گفت خب بکو خدا. اینا آچمس شدن، قفل کردن. راست میگه. اونا که همینجوری گیج بودن رفت سراغ ستاره پرستا، گفت بریم شروع کن دیر نشه. با اینا ادا ستاره پرستی درست در آورد و صبح شد. گفت ان الله یا رب الافل، من که افول کننده رو دوست ندارم که. اینا هم گیر پاچ کردن، ریختشون به هم. اصلا حضرت ابراهیم استاد تبلیغه. من بعضی میگن آقا تو چجوری روش تبلیغ تا کجا در آوردی؟ میگم قرآن. بهتون بگم روش تبلیغ من قرآنه. حضرت ابراهیم با دیالوگ خودشون زدشون زمین، میره بوتا رو میشکن میذاشت گردن یکی بت گنده. بگو برای خودش بپرس. اگه میگفت این نمیتونه حرف بزنه یه گیر بود، اگه بیخیال ابراهیم میشد یه گیره دیگه. این بلد بود. همین حضرت ابراهیم باور کن فیلمش در میومد که چی؟ بیا ابراهیم داره خورشید میپرسته، داره میپرسته، تختی میکردن. یه تیکر فیلمه ابراهیم در حال خورشید پرستی. یه گزارش هم رد میکنه. فردی به نام ابراهیم که ادعای نبوت دارد و تحت تربیت یک فردی بت پرستی به نام آذر بزرگ شده است. تموم شد. اینم سند. نمیفهمن. به همینا یوهای امروز اومدن چی شدن؟ آها چی کار دارید؟ بذارید همه آدم به خدا چی بگیم؟ محدوده ها رو محبوب خودمون نکن. خورشید چون دوردست بود، خورشید چون بالا بود، شبیه چیزی بود که در دست نبود یک عده‌ای رو مشغول خودش کرد. تو اصلا برای این دلتو میزنه، باور کن یه چیزی میخری دلتو میزنه، تا تاپه تو چشه دوستش داری، دیدی؟ میخری بعد میرم نه این به درد نمیخور. بله، برای اینکه انی لا یحب، من نمیخوام آف افول کننده ها رو، ذات همه اینو میخواد. ولی هم کافره، ولی هم کافره، ما برای بی‌نهایت آفریده شده. مگه میشه اینا؟ غذا دوست داری؟ آره. چند پرس غذا میخوای؟ محدوده. شیطان میاد چیکار میکنه؟ میگه خب این عمرش کمه، اگر تعدد رو ببرم بالا و شیوه های ارائه رو تغییر بدم، میتونم میل بی نهایت این رو تبدیل کنم به تنوع طلبی. بازیت میده. یه آدم بیاد نیاز جنسی داره، انسان دیگه مثل همون موجودی خدا آفریده خیلیش، بعد اینو میاد تبدیل میکنه به چی؟ به آدم های مختلف، تبدیل میکنه به انواع. این کثافت کاری که امروز غربا گرفت کارشون به رابطه جنسی با حیوان کشیده، چی شده؟ ریختن به هم دیگه، مخشون ریخته به هم. این تنوع. آقا یه ویلای آنچنانی داره فلان، یکی از این بچه‌ها بود، این خیلی بچه باحالی هم بود، تو همین سخنرانی‌ها به قول تغییر کرده بود و یه مدت دوربر ما بود. ایشون پدرش وقتی فهمید ایشون بالاخره نماز خون شد و اینا، گفت من چجوری موتور اینو پیاده کنم؟ رفت یه شرکت مسافرتی زد، یه تور هوایی و اینجور چیزا، آدم میفرستادن تایلند. تایلند هم میرن چیکار میکنن؟ میرن محیط طبیعی اونجا رو نگاه میکنن. چه میخندید شما؟ آره. بعد این بماند که اونجا رفت شرکت باهاش ورشکست کرد، به 6 ماه نکشیده. مسافر پیاده میشه، هم اول میگفتش که آقا این خانما مراقب بشین اینجا همه ایدز دارن. بعضی موقع میومد ایران، میومد با این سری میزد، میگه استاد دیوانه دی. گفتم چرا؟ میگه یارو بلند میشه میاد تایلند، از ایران میکنه میاد تایلند، چند صد هزار تومن پول میده که با یه آدم بیریخت سیبیلو باشه. خب میگفت آره، میگه انقدر زشتن بعضی از زنای اینجا. اون میگفت، بهش میگه برگشتمش گفتم خب با تو همون ایران خودمون برو ازدواج کن، برو ازدواج موقت کن. خب نه، طمع داره. فکر کن تایلندیه دوباره از مریخ اومده ای. امیرالمومنین میفهمه آدمایی که مزاقن هی میخوان مزه عوض کنن این خوب نیست، ولا حلالش. فهمیدی چی شد؟ ولو حلالش. این نابوده. گرفتی چی شد؟ پس تو چون بی‌نهایت طلبی، شیطان میاد چیکار میکنه؟ یک چیز رو بی‌نهایت بار برات تکرار میکنه. این روشی که داره میزنه اون زمین. ماشین که خواست من نیستش که، ماشین یه وسیله است. اگر این محبوب غیر اصیل مجازی باشه ایرادی نداره. متوجه چی شد؟ غیر مجازی میشه. برای اینکه تو بفهمی که اون اصل وجود داره، خدا اون بالاییه، اون وجود هیچ ایرادی نداره. سوار ماشین شو، این ور اون ور برو، ماشین خوبم داشته باشی، نوش جونه، کور چرکی نمیتونه ببینه. منتها ماشین نگیرده، تا چیزی هم نداشته باش که مردم نگاه کنن آه بکشه. واسه چی میگم؟ ها؟ عرف جامعه خارج نشه، چش مردم اینجوری نباشه نگاه کنه. بابا ما چند بار گفتم، ما بچه بودیم پدر مادر میفرستادن بریم میوه چیزی بخریم از قصابی، گوشت بگیم، گفتش که بگو حتما بذار تو نایلون سیاها. داری تو راه میاری، یه وقت بچه یه نفر از خونه داشته نداره، اصلا دارم اون لحظه نیست. حالا این چی؟ اینا تاثیر داره آقا. چش اون طرف دنبالش بود، یه جوری آهی زد. امروز کار به یه جایی رسیده، طرف دست ناموسشو میگیره، میاد تو خیابون میچرخونه، میگه چشتون دراد. چی شد؟ به کجا رسیده؟ میگه چشتون دراد، من با اینم. یعنی چی آقا؟ بعد توی جامعه که چی؟ امکان ازدواج انقدر سخت شده، این انصاف اصلا مسلمونی نه. انصاف جلو روزدار آب خوردن اصلا مسلمون نیستی. انصافه. خدا وکیل همینا، همین جماعت برن هند یه مش نفهم اونجا گاو میپرستن. مش نفهم گاوه میجوره ماشینت وای میسته هیچ کار نباید بکنی، بوق نباید بزنی. ما وایسی بری کنار دیگه، میشه حال میکنه میشینم اونجا. هیچ وایس دیگه هیچ. گاو براشون مقدس شیرینی اونجا چیزام نخورید و هند میرید. چون اینا از گومیز استفاده میکنن برای تبرک بخشیدن به شیرینیاشون. میدونی چیه؟ ادرار گاو. یه بنده خدای رفته بود هند، برای خود من تعریف میکرد. گفت دوید دید گاوه داره ادرار میکنه، رسون خودشو با سطل میگه. گفتم این خود چیکار اینا رو میگه. رفتم دستش اینجا پاشید رو شیرینی. میگه برعکس من گفتم اینا دیگه شیرینیه که دیگه میتونم برم بخورم. گفتم خدای چقدر من دوستم داری، من فقط کافی بود 5 دقیقه دیر برسم. ویل دورانت میگه مردم دنیا دو دستن، آنها که هند رو دیدن و آنها که ندیدند. واقعا دیدنیه ها، اینو بگم. خب واقعا اصلا یه چیز عجیب غریبی. اونطور اینجا نگاه کن، اینجا گاو میپرسته، میرن اونجا میگن آقا احترام بذارید به اینا، به عقیدهشون احترام بذارید. میگن یا نمیگن؟ گاو میپرسته احترام. خب لامصب تو هم به عقیده این همه آدم که روزه میگیرن احترام بذار، به عقیده این همه آدم که فاطمی است مشکی تنشون میکنن، محرم مشکی تنشون میکنن احترام بذار، آهنگ گوش نکن. چرا اینجا اینجوری میشه اونجا اونجوری؟ همون که گفتم آدم جاهل هجبه عوض میکنه. ببین با هر چی میخواد بحث کنه یهوی ورقو برمیگردونه، نمیذاره. خب آدم، من یه فیلمی دیدم امروز دیوانه کرد منو، خدا شده موندم من اینو بفرستم بگم رو کانال بذارید نذارید. دیدم یه بچه 3 ساله میانماری رو، مسلمونن میانمار، طرف این بوداییه با شوکر اینو لخت کرده هی میزنه به این بچه. به عمرم فیلمی به این بدی ندیده بودم، به عمرم. عجیب منو ریخت بهم. خب خدا وکیل همین کودک همین کار 1/10 تو سوریه شده بود چی میگفتن؟ قبول؟ چی میگفتن؟ مگه اون بچه نبود عکسش در اومد گفتن آی کوچ؟ بعد باباش اومد، عمران بود چی بود، باباش اومد گفت بابا اینو بردن خاکیش کردن ازش عکس گرفتن تو حلب، ما جرئت نداشتیم حرف بزنیم. اینجا چرا لالمونی گرفته؟ کجان اون مفتیایی که فتوا میدن، مفتی وهابی که فتوا میدن آی ناموس اسلامی، آی کودکان اسلامی در خطر؟ کدوم قبرستونیان اینجا؟ چرا به یاد مسلمانان میانمار نمیرسن؟ میبینی چرا؟ چون شروع داستان مسلمانان میانمار از سفر هیلاری کلینتون به اونجا بود که اینا میخواستن اونجا پایگاه نظامی بزنن. اونم گفتن عیبی نداره ما مخلص شما هم هستیم، چشاتونو ببندید میخوام یه قتل عام اساسی کنیم. اونام سنیان، مسلمان سنیان. من جدا میمیرم از امروز، حالم ریخته به هم، هی دوستم از یادم ببرم. چه جوری از یادم ببرم؟ چه ساکتن. داد باید بزنیم امروز، با حوزه‌های مردم داد بزنن، مسئولین ما داد بزنن. مسلمونه من سمع، اگه یه نفر بشنوه رجلا فنادا یا المسلم فلم یجب فلیس بمسلم، مسلمون نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اینا کجان؟ اینجا چرا صدای کسی، چرا صدای حقوق بشر کسی در نمیاد ها؟ کجان؟ چرا لالمونی میشه میگیرن ها؟ چرا وقتی تو فرانسه بمبگذاری میشه غلط کرده هر کی بمبگذاری کرده، ما ناراضیم ناراحتیم، میریزن با شم دم سفارت فرانسه. وقتی 500 تا 500 تا 100 تا 100 تا تو عراق و سوریه تیکه تیکه میشن کسی از این کارا نمیکنه. جهله از این بدتر. همین آدم ها رفتارهای انگانه دارن، نه دوگانه، چندگانه، هر جا به یک شیوهی در میان، چون مبنا نداره. از ویژگی های جهل بی مبنایی و شکل عوض کردنه، چون وهمه، وهم هر دفعه خوش به شکل در میره. محبوب مجازی را اصیل نکنید، امام میفهم. یه وقت این کار نکنید یه وقت، اون وقت بیچاره میشید. تو بر بهشت آفریده شدی، با این باغ و اون باغ گیر نیفتا. تو جز لیاقت جز بهشت نیست، تن ندی به این دنیای دون ادنای پست. خدا میفرماد انی قریب، به بنده هم بگو اونه که دنبال من، انی قریب، من خیلی نزدیکم. اون دور دورا رو نگاه نکن، خودت توجه کن، تفکر کن، تعقل کن، منو پیدا میکنی. بعد این حجابا رو پس زد. اما من مگمنیت میذاره از اون محبوب اصلی غافل میشیم. بله کار سختی هم هست، اولش سختره. یه عبارت داره میگه آخرین چیزی که از قلب صدیقین بیرون میرود چیست؟ حب جاه، آبرو، جایگاه. اینقدر براشون مهم میشه من الان این کار کنم مردم در مورد من چی فکر میکنن؟ ها؟ مردم بابا، مردم معیارن یا خدای مردم؟ اما یک موقعی هستش نه، نگاه کنید دل صدیقین مقام بالای بالا، در بعض موقع هست اون حرف مردم حرف حسابه، متوجهی؟ اونجا باید بله اونم حرف خدا رو داره میزن. اما یه جا نه، میگه آقا این کار کن. طرف به خاطر حرف مردم که الان میگن آقا دیگه فوق لیسانس نداری، بیچاره که هر خودش داره میگه فوق لیسانس بگیر. آقا من باورتون نمیشه آقا چیکار کنم؟ آدم میشناسم اینقدر این دماغش خوشگل، خوش فرم، قشنگ مادرزادی، دماغ مادرزادی خوشگل خوشو روش چسب میزنه که بگه چی؟ محمل کرد. میگم بابا این که بهتره که این اصیله، برایش بگو بابا تو دماغت عملیه، مال ما نیتیو اصیل اینجوریه، حالیش نمیشه. آدم میشناسم دماغ بی نقص رو میخواد بره عمل کن. یا بخواد چی رو میخواد عمل کنی؟ خیلی ترتمیزه. میگه که یه دستی بزنیم، حالا دستی بزنیم به سر کلش بکشیم بگیم عمل کرد، مودگرایی. میبینید چی میگم؟ آقا مردم اینو میخوان، الان مردم این مدل مو، الان مردم این مدل لباس. چقدر منطق داره پشتش، چقدر خدا راضیه، چقدر عقلانیه. آدامس الکس فرگوسن رو تو آخرین بازی منچسترش چقدر قیمت گذاشته شد؟ 600,000 دلار. چی آدامس فرگوسن او چه اهمیتی داره؟ خب ببینیم آدم به کجا میرسه. ما مذهبی ها بعضن یک بخشی از این لشکریان عقل رو به میدون میاریم، یه بخشش نمیاریم، تا همون یه بخشی هم که میاریم میمونیم، میخواب داریم دیگه، بس بقیش نمیخواد. این طرف آدم خیلی مؤدب، مهربون فلان، اما کم رو، به درد نمیخوره. یه جا حکم دین هم زیر سوال میره، روش نمیشه حرف بزنه، این فایده نداره. و تربیت میکنه خودشو، و تربیت میکنه خودشو. طرف میگه آقا نه این ذاتش اینجوری، نگید دیگه قرش. چی گفتم همه قابل تغییریم، همچین چیزی نداره. بله کم رو ذاتم به دنیا اومده، اما باید چیکار کنه؟ بله تقویت کنه، جسارت درست ها در خودش به وجود بیاره. این شکلی نیستش که. حالا سراغ وزیرای اینا، این دو تا یعنی عقل و جهل، یه وزیر دارن بقیه سربازا. وقتی تو اون نیروها یکی کردن وزیر یعنی چی؟ خیلی مهمتر بوده، خیلی مهمتر بوده. ببینید چی معصوم چی میفرماد. بله فلعنه، تا اینجا گفتیم که لعنتش کرد. ثم جعل للعقل 75 جندن، برای عقل 75 تا سرباز گذاشت. وقتی جهل دید به اون چیزی که خدا بهش داده، اینا گفت منم میخوام. بله اینا گفتم دیروز دیگه. بله خدا هم بهش گفتش که بد میدم، بهش داد. اینجاش خوبه. اما فقال نعم فان اسیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی. اگه عصیان کنه، عصیان جهل یعنی چی؟ یعنی از حالت بالقوه بالفعل در بیاد، یعنی رو بشه. انگار این صفحه اینجا رو این تخت خوابیده، خب صفحه قشنگ مماس و قشنگ موازی، قشنگ رو تخت، رو صفحه است، رو تخت است، نور هست، اینجا هیچ سایه نیست. یهویی اینطور زاویه 90 درجه بشه. حالا چیکار کرد؟ آره اینجا عصیان کرد، اینجا بالقوه و چی شد؟ بالفعل شد. که اگه این کار کنید چی میشه؟ خوب دقت کنید. از رحمت خودم دارم، رحمت خدا شکل غیبیشون دنیا میشه چی؟ بهشت. جایی که رحمت نمیشه میشه چی؟ خب جهنم. اگر این کارو کردی تو از رحمت من، خودت وقتی رفتی سراغ جنود جهل میری جهنم، جهنمیش به هر میزان که رفتی به اون نزدیک شدی جهنمی تری. خب ادامهشو گوش کنی. بله قال قد رضیتو، با قبول راضیم، اگه عصیان کردم این کارو بکن. پس ما بابت داشتن اینا تو دلمون هیچ وقت عذاب نمیشیم چون هنو عصیان نکرد. اما اگر اینو بروزش دادیم اون موقع از رحمت خدا بدوریم. بعد خدا 75 تام به او اون سربازشو داد. الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. پس وزیر عقل شد چی؟ خیر. آ خیر یعنی چی؟ عشق به کمال و سعادت و دوری از نقص و نقصان. شرم دقیقا عکسی. پس وزیر عقل شد خیرخواهی، خیر میخواد، و اون طرف هم شد چی؟ شر. بعضی میگن کثیر الشرن، شرشون میرسه به ملت، مثلا خیری به مردم نمیرسه، میگن آه از این آدم هیچ خیری بهت نمیرسه. این مجموعه اون جنود جهل بروز داره، آدم دستش به خیره. چقدر این الفاظو میشنوید و حسنت استفاده میکنیم خودم تو زندگی روزمره‌مون. بله حالا اینجا یه نکته خوبی است. بعضی موقع ما از رئیس میتونیم به وزیر برسیم، بعضی موقع از وزیر به رئیس، هر دوتاش هم هست. یعنی از عقل، یعنی مثلا اول وزیر رو بگم، یعنی شما وقتی کارای خیر میکنی یعنی به وزیر میپردازی چه اتفاقی میفته؟ عقلت کامل میشه. خیلی نکته جالبی ها. یعنی هر بار تو کار خوبی میکنی عقلت چی میشه؟ قوی تر میشه، مستحکم میشه، بهتر میتونی استفاده کنی ازش. و چون عقلت مستحکم میشه خیر رو باز بهتر تشخیص میدی. این قشنگ میفته توی دور طلایی. عالی. عکسش هم هست، تو به عقل فکر بکنی خیرت بیشتر میشه. این چجوریه؟ بیایم به عقل کل. عقل کل نمود بروز عقل که مثل آقا رسول الله فکر بکنی. وقتی به آقا رسول الله فکر میکنی، به رفتارش فکر میکنی، اصلا خودت بدت میاد. ای بابا ما رو نگاه کن. دیدی بعضی ما مردم ما رو نگاه کن. دیدی این مقایسه خیلی خوبیه ها. اینجا از خودت بدت میاد. جالبه تا خودتو با یه آدم کامل قیاس میکنی نقصان رو پیدا میکنی. فلذا باید باشد آدم های کامل، باید باشه آدم معصوم. آقا چرا اونا رو معصوم آفرید؟ من شاکیم. اینو میگی دیگه. اینه که بگید چرا آب خیسه؟ به من کارم. آب ذاتش چیه؟ تریه، خیسیه. عین خیسیه دیگه. من الان 100,000 تا مقاله برای شما بگم که خیسی چیست. یک حسی است که یک قطره از آن را اگر بیاندازند فلان، بی فایده. 10 میلیون مقالم، اما یه قطره آب بنوزم رو دستت. حالا من یک کاری ندارم. تشنت میشه یا نه؟ چرا خدا به آتش خیسی نداد؟ گرفت چی میگم؟ میگم باشه دقیقاً. حالا تو تشنت شدی یا نه؟ تشنت. چی میخوای؟ همونو میخوای دیگه. چون تو میخواستی خدا همون آفریده. این موهبت به پیامبران و امامان، موهبت به اونهاست بابت کی؟ ما. متوجه شدید؟ فلذا این بزرگواران دو بعد داره شخصیتشونه. اشتباه بسیاری از کسایی که سوال میپرسن در مورد امامت اینو نمیفهمن. قشنگ مشخص. شیعنا متوجه نیستن. ببین یک بعد موهبتی و عصمت تکوینیه. ذاتاً پاکم. یطهرکم تطهیرا. هیچ اینجوری من پاک نکردم. پاک کردم پاک کردنی ها. اینطور. ذاتاً پاکن. چرا؟ اینه که میگه آب ذاتاً خیسه. چرا؟ برای اینکه من لازم دارم. این برای ما گذاشته. اما یک بعدی هم این انسان‌ها روی زمینن. این چیکار میکنه؟ پیامبران و امامان این دوتا بعد رو با هم تطبیق میدن. یعنی دائم خیلی کارشون سخته. خیلی سخت. یعنی دقیقاً همون نیروهایی که ما داریم اونام دارن. متوجه شدید؟ شهوت، غضب انسانن دارن. باید دائم با اون اصل چی باشه؟ منطبق باشه. خیلی سخته. شما میبینید امیرالمومنین شب تا صبح گریه میکنه. یا علی تو که بهشتی، یا رسول تو چرا شب تا صبح داری اشک میریزی؟ مگه میشه تو جهنم میری برای چی داری اشک میریزی؟ میشه نریزه. ببین خیلی جالبه. اونها با اختیار خودشون مختارانه آن مقام رو حفظ میکنن. این خیلی سخته. جاهای حتی عجیبه که میبینید آقا رسول الله از اون هم زده جلو. ببین تو رحمت خدا دادش در اومده، بس دیگه چی شد؟ بس این هدایت نمیشه، ولش کن. خیلی عجیبه. یا یه دو زبون نفهمی بودن دیگه. الان بعد 1400 سال سعودی ها نگاه کن، تو به 1400 سال پیش چی بود؟ یعنی کلی الان مدرسه رفتن، آموزش دیدن، رسانه بوده، تلویزیون بوده. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید حرفایی میزد اینا خوششون نمیومد، گفتن این علی چیزای زنده میکنه. آدم جاهل دوست نداره بدیاشو بشنوه، نقصاناشو بهش میگی به هم میریزه. گفت فراموش کرده اید از چاله های آب می نوشیدید که شترانتان در آن ادرار میکردن. حضرت اینا بهشون بدشون میومد. علی رو نگاه کن، همش به ما میپردازه، 3 تا جنگ داشته با خود ما عربا بوده. چرا مثل اون قبلی ها نمیری ایران و روم و مصر و اینجا بگیری؟ حضرت مشکل خود شماهایید، ما اومدیم کشورگشایی کنیم. همون کشورگشایی ها یه روز الان مفصل بحث میکنم، بهتون بگم نظر اهل بیت نبوده ها، اثبات هم میکنم با سند. شما بگم کجا نظر اهل بیت بوده که اون خالد ابن ولید بره 1000 تا چش در بیاره در ذات العیون؟ کجا اسلام اجازه داد؟ تو یه جنگ 1000 تا چش در آورد، آبروی اسلام آورد. میگه اگه نبود ما مسلمان نمیشدیم. ای وای بر این فهم تو از تاریخ و اسلام و اینجور چیزا. اندونزیایی‌ها هم با شمشیر رفتن مسلمان کردید، پر جمعیتن کشور اسلامیه. از قضا امیرالمومنین همین خالد ابن ولید رو فرستادن یمن، رفت کشتار کرد، یه نفر مسلمان نشد، سپاهش هم شکست خورد، برگشت. آقا رسول الله امیرالمومنین فرستاد، گفت یا علی یه نفر به دست تو هدایت بشه بر تو بهتر از تمام آن چیز که خورشید بر آن میتابد. رفت اونجا خون از دماغ یه نفر اومد، باشون صحبت کرد، همشون مسلمان شد. مبنا منطق میگم همینجا اول به شمشیر بگیش. عبارت اومده در تاریخ نه چند فرسخ آدم به دار آویخته بودن. اینا اسلامی بوده؟ امام حسین نگران هره، امام حسین دنبال نیست بکشدش، میگه یه نفرم بیاد تو سپاه من بسمه. عین خیرن، شر در وجودش راه نداره. شما نگاه کنید این عباره اینقدر اینا آدم عجیب غریب بودن. شب میرفتن خونه پیغمبر همجوری میموندن، درو که یا رسول الله سلام نکن تو آیه اومد بخونید. این پیغمبر حیا میکنه از شما، نمیندازدتون بیرون، اما من خدا حیا نمیکنم، پاش گم شید بری بیرون. ده گم شیدش من گفتم پاش برید بیرون، بابا خونه زندگی ندارید مگه شما؟ هر روز اینجا آویزون کنگر میخورید، لنگر میندازید. اینقدر مهربون بود، رحمتا للعالمین. چقدر مظلوم این معصوم، چقدر مظلومه در شیعه و سنی. به خدا چقدر میپردازیم به آقا رسول الله، چه زجری کشید. آقا هفت‌خان رستم، نکته آخر رو در واقع بگم، هفت‌خان رستم رد میکرد پیامبر میومد بیرون تو مکه. یکی بود کثافات توی شکم گوسفند رو میریخت، هم سیرابی و این چیزا رو میریخت رو سر پیامبر. اون که رد میکرد یه یهودیه‌ای بود، خاکستر میریخت رو لباس سفید. الان خاکستر رو لباس سفید نمیتونی کاریش بکنی. به اون موقع که هیچ وسایل شوینده و اینجور چیزا نبودن، میدونستنم تمیزه. بعد اون دمپایه عربی مثل صندل و این نعلین ها این شکلی خار میریختن سر کوچش که خار تو پاش. بعد یه سری بچه‌ها رو همین معاویه بچه‌ها همین کارا رو میکرد. این هند مادرش میورد، برامش خار میذاشتن تو گل، پرتاب میکردن تو بدن فرو میرفت. بعد صداشو میکرد میگه همینا رو بیاید دوباره بزنید، دستتون خار نره. بچه کوچیکی شما نمیفهمید، ننه باباهاتون شما رو میندازن جلو. چقدر از تو خونه خودش از برخی از همسرانش کشید. آیه بخونید دیگه بابا، سوره تحریم رو بخونید. حرفای خونش رو 2 تا از همسرش میبردن بیرون همش. آیه اومد گفت اگه توبه نکنید علم میکنم بل میکنم. این تطبیق دائم و صلات نقل میکنه. آقا پیامبر بلند شد نماز میخون فلان، همش خیر 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 خیر. و زمانی که امیرالمومنین رو داشتن میبردن، همین خالد بن ولید دستشو بست. امید خالد بن ولی وقتی دستش گرفته بودن تناب بستن داشتن میبردن، حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت عبای حضرت، یه فریادی زد خیلی عجیبه و این مقدمه‌ای بشه بر ادامه بحث فهم. چون لشکر عقل گفتیم وزیرش شد چی؟ خیر. فرمود یا علی، امامم، خیر که خیری، خیر تو خیر منه و شر که خیری، تو که شر نداری. اینا نمیفهمن، فهم کن تو شر، شر تو خیر. این عبارت بسیار دقیق و قرآنی است، بسیار دقیق و قرآنی. یا آیه داری میگه که در مورد ائمه میگه که ائمتن و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، یا همچین قریب به مضمون. حالا آیه قرآنی غلط نخونه، کلیتش اینه که ادی رو امام قرار دادیم و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما بر اینها فعل خیر رو امر کردیم. اینا عقل کلن دیگه، پس هر کاری ازشون سر بزنه چیه؟ خیره. نمیفرماد افعل الخیرات، افعل کار خوب بکن، این کار خوب بده، این کار انجام بده، اون یکی انجام بده. فعل الخیر، کل فعل فعل خیره، بشینه خیره، پاشه خیره، قیام کنه خیره، قعود کنه خیر. جزا زهرا سلام الله علیها فرمود یا علی خیرک خیری و شرک خیری. خیلی دقیق و قرآنی است. معلومه مفسر قرآن همینان دیگه، کی باید بگه پس خیرک خیری و شرک خیری؟ مثلا اینا نمیفهمن. قرآنی بحث کرد حضرت، سر ماجرای فدک هم قرآنی بحث کرد. گفتن آقا ما پیامبر گفته بعد من ارث نمیشه. گفت مگه میشه پیغمبر پدر من برخلاف قرآنی که خودش آورده حرف زده باشه؟ پس چطور از آیه داریم تو قرآن که از داوود به سلیمان ارث رسید؟ دهنشون بسته شد. گفت بگیر. قواله رو داد، منتها به اون یکی گفت برو بگیر. چی شد؟ از من گفت نزا برس. اومد پیچید و اون اتفاقات افتاد. حالا شما سعی با خیر در بیافت. چی واسه خود میشه نماد شر. اینا خیلی اهمیت داره، به اینا دقت بکنیم. و این روزهار گوش میکنی، به اینا فکر کن، به این رفتار فکر کن. چقدر دقیق، چقدر آقا تو دل این ماجرا دنبال هدایت آدم هاست. اون لشکر هور که رسید، زهر گفت آقا اینا آمدن جلو ما رو بگیرن. عدو رفت کردن نخله، گفت بهشون حمله کنیم. اینا افتادن رو زمین دیگه، رسیدن تشنگی. گفت همینجا کارشون یه سر کن. مصطفی کاری نکردن اینا که. آبی که بعدن توی خیمه طلا شد. منزل قبلی فرموده بود که مشکا رو پر کنید. گفتن آقا لازم نداریم، میرسیم به مقصد بعدی. فرمود پر کنید. گفت وزن اضافه است، پرش کنید. همون آبو به اسبا و شترای اونا داد. حتی داریم تو تاریخ حضرت فرمود ریز ریز آب بدید. اینا اونا که پرورش اسب دارن میدونن اسب مشکل پیدا میکنه. ریز ریز آب بدید بهشون، یا وقت اسبشون نمیره. ببین چطور باشون برخورد. نگران اون هوره یک نفرم هدایت بده، یا بخواد بکشه. واقعا فهم ما هست. خدا، اهل بیت، عقلانیت، نور مشکل داره. انشالله خداوند متعال همه ما رو از مسببین اصلی و خیر و ظهور آقا امام زمان قرار بده و از آگاهان مقام اهل بیت و در مسیر همیشگی در مسیر خداوند باشیم. اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد. صلوات